خب حالا اگر از جامعه، از خانوار ما اومدیم تو جامعه، چه اتفاق میفته؟ اتفاق همین 3 سال گذشته است. 3 سال گذشته سیاستگزار ما و بخش قابل توجه اقتصاددانان ما، من عرض میکنم خدمتتون بیش از 90% اقتصاددانان ما طرفدار یک سیاستی بودن تحت عنوان ارز ترجیحی یا ارز 4200 دلار 4200 یا دلار جهانگیری. این دلار جهانگیری من در میان سیاستمداران کشور، من حتی یک مورد شاید مخالفت، فکر کنم آقای عباس عبدی بود از اصلاح طلبا که من دیدم مثلا مخالفت کرده، یا شاید آقای محمد فاضلی فکر کنم یه جایی دیدم با ارز 4200 شاید مخالفت کرده بود، ولی اصلاح طلبان و دولت تدبیر و امید با قاطبه این دولت طرفدار این سیاست بودند. دقت می‌فرمایید؟ در میان اصولگرایان هم بیش از 90% طرفدار این سیاست هستند. اقتصاددانان کشور بیش از 90% طرفدار این سیاست هستند. سیاست بازان 100% طرفدار این سیاست هستند. چون یک سیاستی است که عوام میپسندند. شما ارز 4200 رو میدی، روغن خوراکی وارد میکنی، مصرف روغن خوراکی ایران دو برابر، به طور سرانه دو برابر روسیه است که تازه در روسیه هم روغن خوراکی زیاد مصرف میکنند. یعنی ما شاید 3 برابر 4 برابر حد نرمال به هر نفر داره روغن خوراکی مصرف میکنه و از بین داریم میریم در این کشور، یا قند و شکر مصرف میکنیم داریم از بین میریم، یا مثلا مصرف گوشت مرغ به شدت افزایش پیدا کرده، مصرف گوشت قرمز کاهش پیدا کرده، مصرف ماهی کاهش پیدا کرده. ببینید این سیاستایی است که مصرف رو، ترکیب مصرف رو کلا تغییر داده. دقیق میفرمایید. خب حالا چقدر هزینه داشته؟ ما 65 میلیارد دلار تا قبل از سال 1401، یعنی از سال 97 تا سال 1401، 65 میلیارد دلار ارز ترجیحی 4200 به باد فنا دادیم. به چی دادیم؟ نه اینکه دزدی شده ها، دزدی نشده، ارز 4200 رو به وارد کننده دادیم، وارد کننده وارد کرده، حالا یه قسمتی روش خورده دیگه، حالا مثلا کالای درجه 2 وارد، اصلا موضوع این نیست، مثلا کالا رو میره میخره با قیمت فاکتور بالاتر میزنن، بالاخره ارز 4200 اومده کالا وارد شده، وارد کشور شده، کنجاله سویا و اینجور مسائل وارد کشور شده، 65 میلیارد دلار هزینه این مسائل شده که تحت عنوان کالای اساسی شناخته میشه. دقت میفرمایید؟ این تصمیم جامعه ایرانیه. جامعه ایرانی افتخار میکنه که وقتی من تحت فشار قرار بگیرم، تحت تحریم قرار میگیرم، اجازه نمیدم مصرف قند و شکر جامعه ایرانی کاهش پیدا کنه. دقت میفرمایید؟ جامعه ایرانی میگه که من ارز حاصل از فروش ثروت رو خرج جوجه کباب میکنم، خرج خوراک مرغ میکنم، دقیقا میفرمایید، خرج روغن نباتی میکنم. من افتخار میکنم به سیاست مداران من که چنین تصمیم میگیرند. اما بنده که فکر میکنم به این موضوع و وقتی مطالعه میکنم و وقتی که محاسبه میکنم، میبینم که ما 10 شهر بالای 1 میلیون نفر در کشور داریم تقریبا، یعنی حدود 1 میلیون نفر 10 شهر ما در کشور داریم که اگر ما فقط 20 میلیارد دلار از 65 میلیارد دلاری رو که در این 4 سال ما صرف واردات کالای اساسی کردیم، اگر صرف متروی این شهرها می‌کردیم، تمام این شهرها به مترو مجهز می‌شدند. و اون 45 میلیارد دلار دیگر رو اگر ما صرف توسعه ریلی در کشور می‌کردیم و 2 بندر می ساختیم، مثلا بندر اقیانوسی چابهار رو توسعه می دادیم، کالاها که به دست مصرف کننده می رسید با هزینه به مراتب کمتر به دست مصرف کننده می رسید. خب قبلا هم در کشور اجرا شده. اولین خط آهن ایران چگونه ساخته شد؟ اولین خط آهن ایران اینطوری بوده که روی مصرف قند و شکر مالیات بستند، قند و شکر گران شد، مردم ناراضی شدند، ولی اولین خط آهن ایران از جنوب غرب کشور به منطقه مازندران کشیده شد، به بندر ترکمن در مازندران کشیده شد. غیر اینه، بالاخره باید از یک جای شما هزینه رو پرداخت کنید. این تفکرات یک مقدار زیادش، این نوع تصمیمات یک مقدار زیادش ریشه در تفکرات داره
ولی علاوه بر این منابع هم محدود بوده. یعنی دولت تدبیر و امید یا دولت مردمی یا دولت مهرورز، اینها هم همیشه ادعا میکنن، میگن که آقا خب پول نبود، تحریم بودیم. اگر تحریم نبودیم، اگر به جای 65 میلیارد دلار 650 میلیارد دلار داشتیم، ما این کنجالمون رو میخریدیم، خوراک داممون رو میخریدیم، روغن خوراکی رو میخریدیم، اما یک مبلغی هم پرداخت میکردیم برای ساختن ریل. اما واقعیت اینه که این اتفاق نیفتاده. وقتی 750 میلیارد دلار درآمد ارزی هم کشور داشته، بازم اون بندر ساخته نشده، باز هم اون ریل ساخته نشده. پس بنابر این تصمیم گیری در شرایطی که ما منابع محدود، بحث مورد نظر ما در علم اقتصاد خورده، اما پریفرنس ها، پریفرنس یعنی ترجیحات، ما روی ترجیحات افراد صحبت نمی کنیم. این موضوع جای دیگه است. اینکه افراد چرا اینجوری زحمت میکشن، اینجوری تصمیم میگیرن، این الان موضوع بحث علم اقتصاد خرد نیست.